السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت رحمة مهدا. في مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت بالحنيفية السمحة. حضار نهایت گرامی و عزیز، بخصوص جناب معین صاحب وزارت اطلاعات و فرهنگ و علما و فضلای حاضر در مجلس، روز خجسته و میمون در هستی امو روزی است که نبی معظم اسلام به دنیا تشریف آورد، روزی است که برخی یهود با آنچه در کتابشان درک کرده بودند زمین برایشان تنگی میکرد، از خستگی و ناله و زار در کنج خانه های خود می نشستن، می گریستن که پیامبری که با پیام نورانی و زندگی ربانی، با پیام رحمت برای بشریت و استی آمده، ما با این برنامه های خرافاتی من و دام و تزویری که برای شکم داریم در عالم باقی نمیمانیم. حتما ای پیامبر و ای مولود دنیا را متغیر و متحول میسازه. اونها در لحظات اول که پیام رسید در خانه بنی هاشم و به فرزندی عبدالله، فرزند به چنین نامی که اسم او احمد است که در انجیل مسجل بود، آمده تشریف آورده، به جان خود می لرزیدن. نکته اساسی ای است که ای پیامبر پیامبری تحول است، ای مولود مولودی تحول و تغییر در استی است. قرآن کریم می فرماید ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر نظام و آیین آسمانی و الهی تابع هوای مردم باشه، لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، فساد و تباکاری آسمان ها و زمین و میان آسمان و زمین ارانچی است می گیرد. یعنی هیچ چیز دهی سیاره ها از دست فساد هواپرستان و کسانی که تابع هوا هستند، هوایی هم که افرعیت من اتخذ الهو هوا، این هوایی که نقش معبود بازی میکنه، نقش رب بازی میکنه، این دنیا را برهم میزنه و دنیا تکرو میشه، فساد آسمان ها و زمین و میان یزیره فرا میگیره. اما این مولود مولودی است که باید این ابر سیاه را و این ظلمتکده هایی که از شرک و کفر و جاهلیت روی هم انباشته شده، بشریت با خود گرفته و زنجیرها و اغلالی که همه پاودست بشریت هم از آزادی فکری و اعتقادی و هم از آزادی فطری و طبعی باز داشته،
این مولود است که بیاید این زنجیرها را مشکنانه و یزع عنهم اسرهم و اغلال التي كانت عليهم. این زنجیرها زنجیرهایی است که و بارهای سنگین بشر داشت، اینها را یک پشت دیگر امی پیامبر است که بر می‌داره و بشریت بارشان سبک میشه. با این حدیثش که می‌فرماید انما انا بعثت رحمتا مهدا، ما با چیز دیگر نیستم، فقط تنها این استم که مبعوث شدم و فرستاده شدم رحمت هدایت یافته. یا در عبارت دیگر میگوید که انما انا بعثت بالحنیفیت السمحه، ما چیز دیگر نیستم، مبعوثیت من فقط این است که مبعوث شدم به دین آیین حقگرا و آسانگیر، با تسامح و با سهولت، با امزیستی بر بشریت. پیامبر این مولود، قبل از مولود پیامبر و بعد از مولود پیامبر باید دو تصویر روشن باشد. تصویر به زبانی که می خواهیم در یک خطبه از جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه که در نزد پادشاه حبش به دار اجرت می روه، در تقابل با سفیر مشرکین صحبت می کنه، او خطبه این واقعه را بسیار روشن بیان می کنه. وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مظالم شدید مشرکین صحابه را تهدید کرد، از جانب رب العالمین یک ملجأ و پناه برش اجازه شد که اینها را به سرزمین حبشه بفرست. گرچه در سرزمین حبشه دارالاسلام و یا سرزمین اسلام نیست، اما نسبت به مشرکین اهل حبشه و حاکم حبشه مهربان تر است. وقتی اینا مهاجر شدن و رفتن، مشرکین با خشم نیروی را فرستاد، یک جمع با سفیر با تحایف نزد پادشاه حبشه رفتن. با پادشاه حبشه دو تا مسئله را پیش کردن، تحایف پیش کردن. بعد از تحایف قیمتی گفتن که کسای به سرزمین تو آمدن، اینها نه دین مسیح می خواهن که تو بر دین مسیح هستی و نه دین پدران ما را می خواهن. تو چه قسم تحمل کردی اینها را در سرزمینت؟ پادشاه حبشه آدمی با تدبیر بود، اینها را خواست طرفین در مجلس عظیم که قسیس و روحان و دانشمندان مسیحی هم اونجا بودن به دورش. وقتی از مسلمان ها پرسان کرد شما کی هستین و چی هستین، چی میخواین؟ جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنها که شهید در جنگ موته می شود، دستهای خود از دست بعدن می دهد که به نام زوجناحین یا مثلا به نبی صلی الله علیه و سلم میگه که در قیامت با دو تا باله که خدا برات نصیب کنه در جنت پرواز کن. ای به نمایندگی و سفارت مسلمان ها بسیار با امانتداری صحبت میکنن، تصویر جاهلیت بیان میکنن. میگوید یا ایها الملک کنا قوما اهل جاهلیه نعبد الاسنام و ناکل المیته و ناتی الفواحشه و نسیب الجوار حتى بعث الله نبيا نعرف نسبه وامانته وامنه وصداقته وعفته. میگوید ای پادشاه، ما یک قوم بودیم بر دام گمراهی و جاهلیت فرو رفته بودیم، ما به اشیا و اشخاص عبادت میکردیم، ما کسی بودیم که خود مرده ها و لاشخور بودیم از لحاظ
خوراک و غذا مردمی پاک مردمی نجیبی نبودیم. ما از لحاظ امسایداری بدکردار بودیم به هم دیگر. از لحاظ ناموسداری و خانواده ما خانواده ها را همه را حریم شکستانده بودیم، نمیشناختیم. نکاتی را میگه که از مظاهر جاهلیت است. اگر شرک است، اگر امسایداری است، اگر غذا و خوراک او روز است، اگر هر مسئله را در اینجا بیان میکند، از مظاهر جاهلیت بیان میکنه. این مولود یک مولودی است که میگه حتی بعث الله النبی، تا این که فرستاد پیامبر نعرف و نسبه او. ما بسیار خوب میشناسیم اینا و در سرزمین ما میگه ای به نام امین مشهور است و ای عفتش و سلامتش و صدقش در جامعه ما شوره آفاق است. این چیزی مجهول نداره در بین ما. امروز کنا نوحد الله، ما امروز به یک تایی خدا را عبادت میکنیم. ما دیگر مردم پستی نیستیم که به اشیا و به سنگها فرو افتاده و در تعبد اشیا مشغول باشیم. ما مردم نجیب آزاده در دنیا هستیم. پادشاه حبشه با این خطابه بسیار ظریف و باریک از این منقلب شد، تغییر کرد. ما وقتی میگیم مولود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، مولود مسعود پیامبر اعظم، دو سه نکته جالب را خدمتتان از برگرفته از آیات قرآن و احادیثی که خواندم میگم. ما وقتی میگیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همیشه ای را میخوانیم. برآوردی از این آیه چیست در جامعه امروزی ما؟ یکی از پدیده هایی که در جامعه ما ضد رحمت الهی است، قتل قتال و خودکشی ما از کمدیگر ما نمیکشیم. بغض و عداوت درون جامعه است، مظالم و بیعدالتی است، تجاوز و تعرض به حریم ناموس است، غصب و گرفتن و اختلاس مال و دارایی مردم است. اینها پدیده هایی هستند که خلاف رسالت رحمت است که در جامعه اهل اسلام رایج است. رسالت رحمت باید این پدیده ها و جراثیم خبیثه را از جامعه برداره. هر کس حقش کاملا بشناسه، با آزادگی تصرف کنه، به سرنوشتش برسه. این را میتونیم بگویم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این پیامبر باز الگوی یک مقدار تقلب روان است، هنوز پوره نشده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از نظر آفرینشی و از نظر آمدن رسالتش در استی مبعوث رحمت است. این مولود به می خاطر مولود مسعود استثنایی است و یزعو اسرهم. بشر باید بار سنگین از پشتشان پایین کنه. بار سنگین بشر امروز چیست؟ بار سنگین بشر همی است که برده باشه، زیر سیطره کفر جهانی زندگی کنه. بار سنگین همی است که در درونشان با عداوت، دشمنی، خصومت، بی‌عدالتی زندگی کنه. بیاید زیر رواج و خرافات زندگی کند که اسلام رحمت و دینی رحمت و دینی تسامح و دینی حنیفیت او را نمی طلبه. و یزع اسرهم ای را میگه که بشر باید بار سنگین خود از پشتش پایین بندازه. در حوزه های مختلف، در مجالات مختلف، در میادین مختلف بشر باید بار سنگین خود را از شانهاش پایین کنه. همین که میگه و اغلال اللتی و زنجیرها، میگه با
آیا زنجیر بر بشر چی باشه؟ ای امو زنجیرهای فکری نمیگه. یک تمیای یک مدت افغانستان با سکولار با کمونیسم، زنجیر کمونیسم آمد افغانستان به حلقوم آتش و کشتار برد. روزی دیگر سکولاریسم میخواه ببره، گایم افراطیت به حلقوم بحران میبره، گایم تفرید به طرف بحران میبره. اینا هم اگه اغلال لطیس همون زنجیرهایی است که در خط رسالت رحمت قرار نداره. انما انا بعثت بالحنیفیت السمحه، ای است که در این خط قرار نداره. انما انا بعثت رحمتا مهدا، خدا میگه به این قرار نداره. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر است که باید برنامه های زندگی از او بر زندگی اغیارش چیره باشه. هو الذی ارسل رسوله بالحق لیظهره علی الدین کله، باید اسلام ما، سیاست اسلام ما بر سیاست دموکراسی غرب چیره باشه، نه که نظام کفری با سرنوشت نظام رسالت الهی چیره باشه. نظام ربانی در سایه نظام جاهلیت غرب به سر ببره. وقتی هو الذی ارسل رسوله بالحق لیظهره علی الدین کله، بر تمام ادیان و قوانین و شرایع دنیا باید پیروز باشه. اگر پیروز نیست، ماستیم که امروز تن به ذلت دادیم از دینی که خصوصیتش غالبیت است، خصوصیتش طبیعت و فطرت اصلی است، خصوصیتش آزادی بخشی است، خصوصیتش عدالت خواهی است، خصوصیت و سرشتی از این با سرشت انسان و انسانیت گره خورده است. ما هستیم که آمدیم زیر بار اغلال و بار سنگین جاهلیت عصر خود به سرنوشت خود به شانه های خود تحمیل کردیم. امروز ما نمیتونیم از این بار بیرون شیم. یکی جرگه بگویه، یکی حکومت بگویه، یکی دموکراسی بگویه، یکی سکولاریسم بگویه، اینها قصه ما را حل نمیکنن. تا جامعه ما رو به اسلام نیاره، به مبنای اسلام زندگی را و به آنچه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم مولود مسعود آمد چهره زمین متغیر ساخت، متحول ساخت، مظالم مکدرات مظاهر جاهلیت یکی پشت دیگر از جامعه شستشو کرد. وقتی بلال حبشی در بامب مسجد نبوی صدای الله اکبر بلند میکنم، معنایش این است که اسلام دین است که بردر بر سر بالایی زندگی میرسانه. وقتی سلمان فارسی را میگه سلمان و منا میگه اهل البیت میگه، معلوم میشود که این دین دینی است که عزت بخش است برای انسان، مرزها را میشناسه، قومی است، تباری است، اما ارزشگرا است، انسان به ارزش ها رشد میده. نه ای که مثلا امروز ما به دام دشمن افتیدیم، به چیزهای زیر تاثیر رفتیم. بدبختانه آن هرچی سیاست مدار داریم، چی از دامن جهاد، چی از دامن مدرسه و مسجد، چی از دامن دانشگاه و شریعت، اینها مثل در گذشته ها این میراث بوده، امروز زیر چنبره های تاریک و ظلمانی استعمار کر و کور شده اند. اینها جز این که بر اسلام رجوع کنند، ففر رو الالله نمایند، با این دینی برگزیده خدا و دین مولود مسعود بر بگردن، رای نجات اینها ندارند. هر حرکتی از اینا در منجلاب جدید و در دام جدید، در فتنه جدید و در تاریکی ظلمت، مثل که نبی صلی الله علیه و سلم در یه حدیث می فرماید بادی رو بالاعمال، میگه بادی رو بالاعمال، با میگه کقطع اللیل المظلم فتنن کقطع اللیل المظلمه، فتنه ها میگه در پیش رویتان مانده، پاره های تاریکی شب می آید، شما نجات یافته نمیتونین. شما ببینین زایش فتنه در افغانستان لحظه و لحظه است، فصل در فصل، ماه در ماه، ساعت در ساعت نیست.
فتنه ها در افغانستان لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه است. این فتنه ها همه را در دام خود میگیرم. بعد میفرماید که قطع اللیل فتنن که قطع اللیل المظلمه. میگه یک انسان مؤمن است بیگاه سحر میخیزه کافر، کافر است مسلمان است شام میاد کافر. و یبیع الرجل دینه بعرض من الدنیا. حال مسلمان ها همین قسم است. مناسبی است که ما زندگی را صمیمانه به دوستان میگم که خودمان فریب ندیم. جلسات که دایر میشه با عمق مسئله و مشکلات توجه کنیم. همه مردم ما از جوان ما تا پیر ما ذوق زده و سلیقه زده است. یک آدم تا روزی که در دولت نیست دهن پاره میکنه، گلون چیره میکنه که دولت فاسد است. روزی که در قدرت میباشه چیرش دو روز بعد ببین که در تلویزیون جای نمیشه، چقدر چاق و فربه میشه. بعد گلو پاره میکنه که حق آسمانی نمی است، عدل الهی نمی است، خیر البشر نمی است. همینطور میگه این انسان ها معلوم میشود که واقعا صلابت شخصیت ندارن. این جامعه باید به دنبال شخصیت های ثابت و الگوگیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد که قدوه حسنه را اونا کسی باشه که دنبال کنه. انسانی که هر روز تلون داره، رنگارنگ میشه، روز دوست روز دشمن میشه، روز در خیر روز در شر است، اینها نمیتونن این جامعه را نجات بدین. فلیازا هم از برگزار کنندگان تشکری میکنم، یک مقدار از مو ریسفیدی و نقطه خود استفاده کردیم، حق دیگرها را تلف کردیم. در اینجا به معنای از این نبود که حق تلفی به معنی منفیش، به خاطر از این بود که درد را بیان کنم. استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین.